کیان، وکیل خانم آشتیانی روی خط تلفنی ما هستند، با ایشون هم صحبت بکنیم. با سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه تفسیر خبر. با سلام خدمت خانم ستاره درخشش و میهمانان عزیزتون، من در خدمت هستم. آقای کیان، خواهش میکنم بفرمایید که پرونده موکل شما در چه مرحله است در حال حاضر و این اعترافات تلویزیونی رو شما چگونه تعبیر میکنید؟ اطلاع داشتید در این زمینه؟ من از اعترافات تلویزیونی ایشون با توجه اینکه اغلب تا ساعت 12 شب من دفتر هستم، متاسفانه اعترافات تلویزیونی ایشون ندیدم. امروز هم موفق به ملاقات ایشون نشدم، به همین خاطر نمیتونم فعلا اظهار نظر کنم. ولی این اعتراف تلویزیونی ایشون تاثیر بسیار منفی گذاشته در روحیه بچهای ایشون. و اما در خصوص پرونده ایشون، تو 14/16/1389 من یادی دادرسی دادم که هنوز ارجاع شده به شعبه نه دیوان عالی کشور، هنوز تصمیم گیری نشده. شما سرنوشت این پرونده رو چطور پیش بینی میکنید اصلا؟ آیا امکان بزن؟ با توجه به این که بالای 170 تا کیس دارم در چنین پرونده هایی که به نحوی اتهاماتشون طوریه که مواجه با اعدام هست، منتها تو این پرونده که من بعدم به کالت خانم آشتیان رو، یعنی بعد قطعیت حکم سنگسارشون پذیرفتم، به نظر من حکمشون کاملا اشتباهه. بله آقای کیان، چه کسی، کدام قضات هستند که یک همچین احکام سنگساری رو صادر میکنن؟ ریشه حالا قضاتی که چنین احکامی رو صادر میکنن یک خودش یه جای دیگه داره. مثلا تو ریشه در احکامی داره که چنین مجازاتی رو تجویز میکنه. یکی از مواردی که چنین مجازاتی رو تجویز میکنه ارم گازیه. بسته به برداشت و شخصیت و استنتاج هر قاضی، هر شخصی، ممکنه یک فرد با توجه به ریشه خانوادگی که تو اون بزرگ شده و اومده حالا قاضی شده، بسته به فرهنگی که در اون پرورش یافته، استنباط قضاییش از اون ناشی میشه، میاد چنین احکامی رو صادر میکنه. و قانون هم متاسفانه به نام علم قاضی در ماده 150 قانون مجازات اسلامی چنین موردی رو تجویز کرده. آقای کیان، برخی معتقدند که اعتراف گیری به طور کلی در نتیجه شکنجه است. شما میتونید اظهار نظر بکنید در این زمینه؟ من در این زمینه اظهار نظر که متاسفانه بحث اعتراف گیری در مراجع انتظامی قبل در مراحل تحقیق امریه که تاکنون خود قضات محترم هم نمیتونن اینو کتمان کنن. یعنی خیلی پرونده‌های قتلی دارم تو شعبات مختلف کیفری تو تهران، تبریز، این که خود قضات هم این موضوع رو کتمان نمی کنن، چه برسه به ما وکلا. آقای کیان، سوال آخر من در مورد آن چیزی که در خارج از کشور میگذره، البته میدونم جناب علی در داخل هستید، ولی وزیر خارجه امریکا دو شب پیش در مورد سرنوشت افرادی که محکوم به اعدام شدن در ایران ابراز نگرانی کرد. شما نظرتون در مورد این بیانیه ها و این اظهار نظرها چیست؟ فکر میکنید که در جهت کمک به پرونده های افرادی است که در این زمینه به هر حال قرار دارند کمک میکنه، یا اینکه به هر حال مفید نیست برای اونها؟ اینم این موضوعیه که چون داخل ایرانم زیاد نمیتونم روش بحث کنم، منتها به نظر من بعضی موقع ها این امر مثبت واقع میشه و بعضی مواقع جنبه سیاسی میگیره به خودش. و راجع به افرادی که حالا مثلا تو این نه کیس ها قرار دارن، تو این مجازات قرار دارن ولی نامشون مطرح نیست، این سبب میشه که بعضی از قضات دست به کار بشن و احکام اونها رو از سنگسار تبدیل به دار آویختن اینا بکنن، که متاسفانه نام اون زندانی ها مطرح نمیشه و ظلم مضاعفی میشه در راستای اونا. بله آقای کیان، من البته گفتم حضور جناب علی که این سوال آخر من، اجازه بفرمایید یک سوال دیگه از خدمتتون بکنم. در مورد آقای مصطفی، سرنوشت ایشون، جناب علی صحبت های رو حتما شنیدید، در تلویزیون دولتی ایران، در روزنامه ها هم در مورد ایشون صحبت کردن. با توجه به اینکه یک همچین مسائلی برای آقای مصطفی پیش اومده، خود جناب علی با محدودیت های مواجه هستید در مورد
این پرونده خانم آشیانی؟ صد درصد چیزی که عیانه چه حاجت به بیان است. بله صد درصد ضمن ابراز تاسف از سرنوشتی که برای همکار محترممون جناب آقای مصطفی پیش اومد یا سایر همکارانم هم که من یا تو بازداشتن یا فراری هستن یا غیره، بله این موضوع بدیهیه. بله به هر حال خیلی سپاسگزارم آقای کیان که در برنامه امشب ما شرکت فرمودید. متشکرم از اظهار نظرتون. با سپاس. پیش از آن که به بحث امشب ادامه بدیم، اجازه بفرمایید به گزارشی که احمد باطبی در همین زمینه در مورد پخش اعترافات سکینه محمدی آشتیانی تهیه کرده است توجه کنید. فکر معتلی این مرد فقط من رو با زبونش فریب میداد، میگفت برات این کارو میکنم، فلان کارو میکنم، از تو چنین و چنان نگهداری میکنم، این چه شوهریه که تو داری، اون که برای تو شوهری نکرده، این مرد پسرعمه شوهرمه، میگفت شوهرت فلان کار رو کرده، بهمان کار رو کرده. من وقتی اومدم زندان فهمیدم سابقه داره و این سومین سابقه شه. این زن که در سرتاسر مصاحبه خود به زبان ترکی صحبت می کند، خود را سکینه محمدی زندانی محکوم به سنگسار معرفی کرده و ضمن اعترافات متعددی علیه خود، محمد مصطفی وکیلش را نیز به سوء استفاده متهم می کند. او در حالی بر صفحه تلویزیون حاضر شد و علیه خود و وکیلش سخن گفت که بعد از توقف اجرای حکم سنگسار، پرونده‌اش همچنان در حاله از ابهام قرار دارد. خب ببینید بالاخره اون در داستان اونهاست دیگه، تو زندانه. بعد این صحبتش به دو قسمت تقسیم میشه، یه قسمت صحبتایی که در مورد پرونده شه، یه قسمت در مورد منه. احتمالا داره تحت فشار قرار بگیرن، آقا ما تو رو نجاتت میدیم، عفوت میکنیم، تو اینا رو هم بگو. والا اصلا اونجور آدمی نیست، خیلی آدم ساده ایه. والا تا زمانی که من ایران بودم از من کسی شکایت نکرده، اینا رو بهش تلقین کردن. هوتن کیان دیگر وکیل خانم محمدی آشتیانی در واکنش به مصاحبه موکل خود با تلویزیون دولتی ایران در گفتگوی با وبسایت خبری تحلیلی روز اعلام کرد خانم محمدی را به اتاق 37 زندان تبریز برده و علیه خودش از او اعتراف گرفتند، اما این اعترافات در شرایط عادی نبوده است. بر اساس اخباری که دارم به شدت خانم محمدی را مورد ضرب و شتم قرار داده و وادار به چنین مصاحبه‌ای کردند. کار خطرناک دیگری که انجام شده این است که از چند نفر از اعضای خانواده و بستگان محمدی نیز علیه او فیلم گرفتند. وکیل سکینه محمدی همچنین تصریح کرد که از طریق سایر موکلینش در بند نسوان زندان تبریز اطلاع یافته که سکینه تحت فشار و زیر کتک شدید مجبور به انجام این مصاحبه شده است. هوتن کیان به عنوان وکیل 4 زن در خطر سنگسار و اعدام پیش از این از مجامع بین‌المللی خواسته بود تا برای نجات جان سکینه محمدی، مریم قربانزاده، کبرا بابایی و آذر باقری تلاش کنند. خانم هیکس، خواهش میکنم بفرمایید که آیا سازمان‌های مدافع حقوق بشر، گروه‌های مدافع حقوق بشر در این زمینه واکنشی نشون دادن در مورد حکم سنگسار ایشون؟ میدونم، اما در مورد این اعترافات تلویزیونی و چی فکر میکنید در مورد صحبت‌های آقای کیان که به هر حال با محدودیت‌هایی که ایشون در داخل دارن این صحبت‌ها رو کردن و در برنامه ما شرکت کردن؟ به طور قطع خانم درخشش، سازمان ها و نهادهای بین‌المللی حتی در رابطه با روز گذشته کمپین بین‌المللی حقوق بشر راجع به اینکه نهاد تلویزیون به صورت یک نهاد امنیتی در اومده و واقعا همدست وزارت اطلاعات هستش و اینطور داره کار میکنه، اعتراض کرده و خواستار برکناری و محاکمه رئیس صدا و سیمای تلویزیون ایران شده. سازمان‌ها و نهادها به ویژه در رابطه با این نوع اعتراف‌گیری‌ها که در ذهن شکنجه هستش، ببینین غیر از این هستش که آقای کروبی، یک شخصیتی که به هر حال در داخل کشور هستش، خودش روز گذشته اعلام کرده که زندانیان سیاسی رو سرشون توی توالت میکنن. این دیگه از یعنی آسان‌ترین نوع شکنجه‌ای هستش که در ایران گفته میشه، اجرا میشه برای تأخیر کردن، وادار کردن زندانیان به اعترافات و آمدن بیرون و گفتن. این مسئله ای نیست که دیشب کشف شده باشه، ولی اونچه که واقعا باعث حیرت هستش تزلزل مقامات جمهوری اسلامی هستش و اینکه آیا قوه قضاییه و قضات ایران چه پاسخی دارن برای رفتار و حرکتی که یک زن بیگناه که در آستانه سنگسار است بیاد و علیه خودش اعتراف بکنه بدون حضور وکیل مدافعش.